بسم الله الرحمن الرحیم. خب به قسمت دوم داستان زید الخیر رسیدیم. اگه یاد داشته باشیدتون باشه در جلسه قبل گفتیم که اون شخص عربی نقل میکرد که بالاخره من شطوراش رو دزدیدم و اون جریان شد و برای این بار اومد بالاخره تعقیب من و من به دست آورد گرفت و من تسلیم شدم. دیدم در مقابل این نمیتونم مقابله بکنم و برخورد بکنم و من با خودش برداشت گفت پرسترم سوارشو بریم چیکار کنم دیگه نمیتونستم یه کاری بکنم. بعد گفت فکر میکنی باهات چیکار بکنم؟ من گفتم که نمیدونم، به نظر من خیلی برخورد بدی با من خواهی کرده، از من سخت انتقام خواهی گیره، برای خدا تو رو بر من مسلط کرده. گفت چرا اینجوری فکر میکنی؟ گفتم به خاطر کارهایی که من انجام دادم، بالاخره شطورات رو دزدیدم، این همه رنج و سختی رو به تو وارد کردم. گفت نه، من این کار رو نخواهم کرد. گفتم چرا؟ گفت چی؟ گفتم چرا این کار رو نخواهی کرد؟ گفت تو میدونی تو با پدر من تو غذا و نوشیدنی و شیری که خورده شریک شدی در شب گذشته، تو با شریک بودی، همراه بودی. بعد من گفتم که پدر تو کیه؟ گفت محل هل، همون پیر مردی تو خیمه بوده. گفتم آیا تو زید الخیری، پسر محل هلی؟ گفت آره من زید الخیلم. بعد میگه گفتم پس تو بهترین اسیر کننده هستی، خدا رو شکر که اسیر آدمی مثل تو شدم. گفت نه ناراحت نباش، تو با ما همراه هستی، هیچ مشکلی نیست و من با تو برخورد بدی نخواهم کرد، به اصطلاح ما با همون نون نمکی که با پدرم خوردی. و اما این شترها رو به تو نمیدم، اگر این شترها مال خود من بود همه رو بهت میدادم، اما این شترها مال خواهری هستش که یکی از خواهران من هست و نزد من امانته، اما با من باش تا من بتونم بالاخره چیزی گیر بیارم و به تو خواهم داد. میگه چند روزی باهاش بودم تا بالاخره مقداری قناعیم و بالاخره اون طبق اون آداب و رسومی که داشتن حالا به هر طریقی چیزی بود به یکی از این قبایل دشمن خودش هم حمله بر شد و چیزهایی رو به غنیمت گرفت. تقریبا حدود 100 تا شتر میگرفت، همه این شترها رو میگه به من داد و با تعدادی از نیروهای خودش یا سربازان خودش غلامانی که داشت با من همراه کرد تا بتونه من حفاظت بکنن و من این شترها رو چیکار کنم به هیره برسونم. خب این چهره زید الخیل در دوران جاهلیته، اوج جوانمردی که واقعا کمتر میشه مشابه این رو دید مگر در قصه ها. اما ببینیم تصویر و سیمای زید الخیل در دوران اسلام چگونه است. در کتاب‌های سیرت آوردن این گونه، اون مطلبی گفتم در کتب ادبیات اومده بود، در کتاب‌های سیرت اومده که وقتی که خبر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و داستان دعوت ایشون پیچید در جزیره العرب، خب این خبر به گوش زید الخیل هم رسید. خب این که من باید برم پیامبر رو ببینم، مخصوصا زمانی که ایشون مدینه بود، ببینم به چه چیزی دعوت میکنه. تعدادی از بزرگان قومش هم همراه شدن و همه رفتن به سمت یثرب که همین مدینه نبی باشه. خب این با تعدادی از بزرگان رفتند و بالاخره همراه و اسب و بالاخره امکاناتی که داشتن، قبیله بزرگی، گروه بزرگی از هیئت قبیله تی بودن اینها. در بین اینها زره ابن صدوس بود، مالک ابن جویر بود، عامر ابن جویین بود و تعدادی دیگه. میگه وقتی به مدینه رسیدن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنید که در مسجدن، رفت به طرف مسجد نبوی شریف و اونجا اسبهاشون رو یا اون راه مرکبهای خودشون رو اونجا قرار دادن. و وقتی که وارد مسجد شدن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داشت در بین مسلمانان صحبت میکرد، خطبه رو ادا میکرد و نصیحت میکرد بر بالای منبری که بود. کلام پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در دل اینها یک حالت خاصی ایجاد کرد، یک تحت تأثیر قرار گرفتن، به عبارتی نوعی رعب و وحشت و حیرت و اینها برشون پدید آورد. دیدن نگاه کن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داره صحبت میکنه، یارانش همون گونه نشستن که این مرواریدهای سخن پیامبر رو بچینند و برای خودشون ذخیره کنند و نگه دارن، چرا که پیامبر جز از وحی سخن نمیگه در امور دین و مباحث دینی و این هم یه غنیمتی بود که هر کسی سعی میکرد این مطالب رو خوب گوش کنه، خوب بفهمه، با جان دل خودش بگیره. وقتی که اینا این صحنه رو دیدن تعجب کردن و سکوت صحابه و حالتی که صحابه داشتن تا بتونن این مطالب رو دریافت بکنن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از همون حالت شروع کرد بالاخره به سخن گفتن. اینها خیلی این صحنه براشون عجیب بود که چگونه این هست. بعد پیامبر خدا سر وقتی چشمش به اینها افتاد، دید اینها اونجا وایستادن، بعد گفت انی خیر لکم من العزا و من کل ما تعبدون، من
برای شما بهتر از اوضاع هستم از الان چه که شما پرستش میکنید، یعنی آیین من، نه که خود من. حالا اینجوری واضحه، درسته که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی بهتر هست. انی خیر لکم من الجمل الاس جمل الاسود الذی تعبدون من دون الله. در عالم جاهلیت یک رسمی بود که برخی شتر سیاه رو به واسطه قرار میدادن و پرستش میکردن، حالا به هر عنوانی بود. من از اون شتری که شما به جز الله دارید عبادت میکنید برای شما بهترم. اون مطالبی رو گفت که قشنگ اینها با ذهن و روحشون هماهنگ باشه. بالاخره وقتی پیامبر گفت، این کلمات پیامبر در درون زید الخیل اثر گذاشت و کسانی که با هم بودن، خب تعدادی حق رو پذیرفتن، تعدادی یعنی برخی افراد هم درشون حسادت پدید اومد. خدا میگه فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. آدما مثل هم، باران میباره، یک زمین میبینی باران رو دریافت میکنه، سرسبز میشه، یک زمین آب رو نگه میداره، یک زمین مثل سنگ خارا آب رو رها میکنه. مثلا زهره بن صدوس وقتی که این صحنه رو دید که مسلمان ها اینقدر پیامبر توجه میکنند و چشم ها به طرف پیامبره، حسادت در درون شکل گرفت و از طرفی هم در قلب خودش ترسید، چون میدونی متأسفانه حسادت ترس رو هم به دنبال میاره. و به افرادی که اونجا بودن گفتن، نگاه کنید این شخص فردا بر همه عرب ها حاکم خواهد شد، من نمیخوام حاکمیت من به دست این فرد باشه. رفت به طرف سرزمین شام و سرش رو تراشید و نصرانی شد. اما زید و دیگران شرایطشون با اون فرق میکرد. همین که سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تموم شد، زید در بین مسلمانان ایستاد. چون خیلی میام چهره زیبا و قد بلندی داشت، مثلا میگن وقتی که این سوار اسب میشد، اسب کوچیک به نظر میرسید زیر نظره، مثل این که مثلا فرض کنید یک چهارپایی رو سوار شده، این پاهاش اینقدر هم بلند بود. بعد با صدای بلند گفت، ای محمد، من شهادت میدم که تو الله، هیچ معبودی به جز الله وجود نداره و تو رسول خدا هستی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی خوشحال شد، گفت تو کی هستی؟ گفت من زید الخیل ابن المحلل محلل، زید الخیل ابن المحلل. این تلفظاشون برای منم گاهی سخت میشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت نه دیگه، تو زید الخیل نیستی، تو زید الخیل هستی از امروز به بعد، نه زید الخیل. خدا رو شکری که خداوند تو رو از اون بیابان ها و دشت ها و کوه ها آورد و قلبت رو برای اسلام آرام نرم کرد. بعد زید خیلی از اون روز بعد در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. و جالب اینجاست، نکته خیلی مهمی هستش که اون بردم نقل بکنم، میگه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با خودش به منزل خودش بود، عمر بن خطاب هم با تعدادی از اصحاب همراه ما بودن. وقتی به خونه پیامبر رسیدیم، دیدم یک پیامبر متکایی رو برای من قرار داد که من به اون تکیه بدم. حالا متکایی که بالشتی که از حصیر خرما و چیز دیگه مثلا داخلش بود، و خودش میگه من خجالت کشیدم که من در محضر پیامبر بخوام تکیه بدم اینها. هی من میدادم جلوی پیامبر جلوی من میداد. میگه بالاخره وقتی شرایط مجلس آرام شد، بالاخره همه در جای خودمون قرار گرفتیم، پیامبر گفت ای زید، وصف خیر تو خیلی مطرح است، من مثل مشابه تو کمتر آدمی دیده شده و این از ویژگی هایی که خداوند به تو داده. دو تا خصلت در تو وجود داره، یکی بخشش و جوانمردی، یکی صبر و تحمل بردباری، و خدا رو شکر این دو صفتیه که خدا و رسول اون رو دوست دارن. بعد میگه من بگوتم یا رسول الله، شما به همین راحتی که از من نگذرید، 300 سوارکار به من بدید، 300 سوارکار جنگجو بدید، من کفالت میکنم، ضمانت میکنم که به سرزمین روم، زمانی بود که رومی ها تهدید کرده بودن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو و جزیره العرب رو، من به سرزمین روم حمله خواهم کرد و اونجا رو فتح خواهم کرد. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت ماشاءالله به همت و غیرت زید، عجب انسان با غیرتی تو هستی. بالاخره زید و بسیار همراهانش اونجا که باهاش بودن، به جز همون یک نفری که من گفتم، مسلمان شدن. اما بعد از مدتی زید تصمیم گرفت که برگرده به سرزمین خودشون در نجد. پیامبر خدا وقتی باهاش خداحافظی کرد، گفتش که خداحافظی کرد، اون را گفت که این عجب آدمی بود این، ولی امیدوارم از این بیماری که در مدینه اومده این جون سالم به در ببره. ولی طول نکشید که در مسیر راه تب بر این غلبه کرد، و این سکوی در مدینه یک بیماری اومده بود و
همچنان زید سعی میکرد خودش رو نگه داره، مقاومت بکنه، با و به کسانی که اطرافش بود گفت ما از کنار قبایلی که تا به حال باشون جنگ درگیر بودیم، جنگ میکردیم، دشمنی داشتیم رد نشید، چرا که دیگه اون مال رفتار حماقت های جاهلی بوده، الان دیگه زمانیه که من مسلمان شدم، نباید وارد این کار بشیم و من قسم به خدا دیگه نمی جنگم با کسی به این گونه جنگ های جاهلی و دیگه حالا من مسلمان هستم تا اینکه مسلمانم از این دنیا برم. و خب اینو داشتم طرف سرزمین خودش میرفت، اما این تب دیگه این رو محال مجال نداد و خداوند این گونه رقم داد، براش رقم زد که بتونه با همین اسلام و آیین اسلام و این پاکی و اون دعاهای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا بره و از دنیا رفت در حالی که دیگه هیچ گناهی برگردنش وجود نداشت، یعنی توبه کرده بود، مسلمان شده بود و حالا اون همت و غیرت و اینها بماند و همه اون نواردی که شامل حالش شده باشه. خب چون زمان ما خیلی محدوده، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا روز دیگه و داستان دیگه در پناه خدا.